رادیو زمانه. سلام، خسته نباشین. یه ماراتونی هست امروز، در واقع از ساعت 4 شروع شده و همچنان ادامه داره و هنوز شما مشتاق شنیدنی. و خب این خودش متشکر، شوق و تحمل شما رو نشون میده. ضمن تشکر از برنامه‌ریزهای این برنامه که در واقع امکانی رو فراهم آوردن که ما اینجا دور هم جمع بشیم و به قول آقای کشاورزی در محیط خیلی صمیمی به حرف‌های هم گوش بدیم و در این حال با ادبیات هم آشنا بشیم. من برای امشب تعدادی شعر می‌خونم از یک مجموعه‌ای که هنوز منتشر نشده و بعد اگر وقت بود یک بخشی از یک داستان کوتاه رو هم براتون میخونم. اسم این مجموعه هست در اتاق خواب پاندورا. یک توضیحی هم قبلش خواستم بزنم و اونم اینه که این شعرها هیچ کدوم عنوان نداره به جز یکیش که اونم بعد علتشو میگم، و ولی شماره داره، منتها شماره هاش اینجوری نیست که از یک شروع شده تا همینجوری بره بالا. برای اینکه کاوس محض رو نشون بده شماره ها همچنان یعنی پراکندن، از 7 میپره به 13، از همین شماره ها هیچ کدوم نظم خاصی ندارن. از شماره 7 شروع میکنم. بوم را آماده می کند، کیوپای رنگ را می چیند، قلمموهای شسته را دم دست می گذارد و خیره به شما غیبت مرا می کشد. خنده ام را بی جان کرده است، تنفسم را کوتاه، پاهایم را باریک تاریک، چشمهایم را معذرت میخوام، خندم را بی جان نقش کرده است. از اولش بوم را آماده میکند، تیوب‌های رنگ را می‌چیند، قلمموهای شسته را دم دست می‌گذارد و خیره به شما غیبت مرا می‌کشد. خنده‌ام را بی جان نقش کرده است، تنفسم را کوتاه، پاهایم را تاریک، چشم‌هایم را تابتا و لب بالاییم را تیره تر از بوسه های من در شبی که به در کوفتند و شما گمان کردید باد است. یازده. مشغله های کوچک نمی گذارند به آسمان شما نگاهی بیندازم، اما ابری که می شوم خورشیدهای کوچکی که شما با ناخن بر دیوار سلولهای انفرادی حک کرده اید تنم را برونزه می کنند. همسایه هایم با تعجب می پرسند Have you returned from vacation؟ پاندورا اما سکوت می کند، به هر زبانی سکوت می کند، شک ندارد که باز به او خیانت کرده ام.
ساکورا گل شکوفه گیلاسه که توی ژاپن در واقع یک سمبوله و خصوصیتی که این شکوفه ها دارن اینه که درست برخلاف گل های دیگه که اول پژمرده میشن بعد میریزن، این در اوج زیبایی پژمرده میشه و عمر بسیار کوتاهی داره. در این حال نامیه که دختران ژاپنی، یکی از نام‌های در واقع خیلی محبوب هست برای دختران ژاپنی. ماه از نیمه سوم گذشته است، پاندورا پاورچین پاورچین می آید، پشت پلک های شما دریچه ای می گشاید، با دست های جوانش خاک را پس می زند، واژه های دفن شده را با احترام تمام بیرون می آورد و از سهم اسفندیار سه سطر 17 هجایی کنار خوابم می گذارد تا برای ساکورا به یوکوهاما بفرستم، آنجا که کمی پیش از دومین مرگ مریم برایم نوشت: سکوت گهواره همه صداهاست. احمد میرعلایی مترجمی بوده که در واقع برای اولین بار لوی بورخس رو به جامعه فارسی زبان معرفی میکنه و جزو جنگ اصفهان هم بوده که در قطعه‌های زنجیره‌ای جسدش رو توی خیابون پیدا میکنن. یادش گرامی بود. در روایت‌های من شما حادثه‌ای زمینی هستید، مثل یک فقر قتل ناموفق در قتل‌های زنجیره‌ای. مؤدب جان، به خواهرت نیلوفر در اصفهان بنویس از هنرهای دستی بازارچه بلند قاب عکسی برای انتظارهایم بفرستد. منبتکاری باشد، از چوب آبنوس با طرح ترنج و شمسه و سربند سنوبری. میخواهم خاطرات سه روزه‌ام را از نگاه احمد قاب کنم و تا ابد کنار جوانی برخس بیاویزم. میپرسید چگونه‌ام؟ بگذارید این تکه کابوس را از زبان مادریم بتکانم تا ببینم حالا در کدام سرزمین هستم. دیشب به چه زبانی با پاندورا عشق بازیده‌ام و سودابه از کی نیمه لخت گوشه تخت من کزیده و سیگار لای انگشتانش دود می کند. 11 شب است که پدر سودابه مرده است. 11 شب است که سودابه هر شب خواب بالماسکه می بیند. خانوم فاندر پلاس، متخصص PTSS، انگشتان باریک و کشیده اش را با ناخن‌های لاک زده زیر میز لای پاهایش مخفی می کند و ناگهان مردمک‌هایش تاریک می شوند. می بینید؟ کلمه ها با کالیبرهای متفاوتی شلیک می شوند. دهانتان را خوب بشویید، بوی آلت‌های مرده می دهند.
زروان خدای زمان بیکران بوده در ایران باستان و در واقع هزار سال نیایش میکنه که خداوند نطفه فرزندی رو درون اون به وجود میاره، ولی بعد از به محض اینکه این نطفه ایجاد میشه حس میکنه فوراً شکش برمیداره، دوباره از این شک یک نطفه دیگری بسته میشه که در واقع میگن اهورا نتیجه هزار سال نیایش بوده و اهریمن نتیجه شکشه. در ضمن رادا که توی این شعر میاد در واقع محبوبه کریشنا بوده که بدون اون اصلا نمیتونسته، یعنی در واقع با اون فقط بوده که جهان رو کامل میدیده و حتی تو تمام نقاشی هایی که هست و اینا و در شمال هند که من از چند معبد دیدن کردم همیشه کریشنا رو در کنار رادا میاد. نیمه شب به وقت بیگ بن یا برج راجابای در بمبئی یا هر جای دیگری قلم بر کاغذ کاهی که میلغزد، زروان به خواب میرود و رادا شیطنتش گل میکند. هی میپرد از حروف باریکم، ریسه میرود بر کشیدگی کاف، سر میخورد از انحنای ره، دست میبرد به نقطه های آویزان. میدوم به دنبالش نفس به نفس، هجا به هجا، لغت به لغت، تا ته خط نقطه میگذارم میان پاهایش، سه نقطه، تا ناشناس بماند. بر میگردم در پاراگراف قبلی، رنگ مردمکهایش را عوض میکنم، مینویسم آبی، دستهایش به رعشه میفتند، زیتونیش میکنم، دره میان ابروهایش گشوده میشود، چشمها را خط میزنم، از اوج دم و جان در هم آجیده فرو میغلطد. کاغذ را مچاله میکنم و میپرسم پس عشق چی؟ پاهایش را پس می کشد، نیمه روشن عریانیش را می پوشاند و پنجره را باز می کند. بی کلام خیره به میدان خلوتی که شما بی نشان پشت بنای یاد بودش ناپدید شدید. من چقدر وقت دارم هنوز؟ ده دقیقه. پس من این شعر رو در واقع ما یه جمعی داشتیم در بیشتر خونه امیر افراسیابی، ما جمع می شدیم و کارامون رو می خوندیم و اینها، یادش به خیر امیر جان، و در واقع این به نوعی محصول اون موقع است و تقدیم شده به خود امیر، امیر افراسیابی. الف الف این شعر یه پیشانی نویس داره، در واقع یک دیباچه‌ای داره که در پرانتز به شکل نثر براتون میخونم و بعد خود شعر. الف الف شاعر تبعیدی در گفت و شنودی بعد از خواندن جدیدترین اشعارش به زبان آلمانی با لهجه‌ای پیرتر از پیدایش خط اظهار شادمانی کرد از اینکه دریاها دور از سرزمین زادگاهش به سر میبرد، چرا که وصیت کرده تا جسدش را بسوزانند و این امر در مملکت خودش ممکن نیست. ما هم تبار همیم، سنگ های آتش زنه، جرقه ای میزنیم و میمیریم. حالا شما هی بیایید و از تئوری تبدیل اجسام به انرژی حرف بزنید،
من تنها چیزی که از فیزیک به یادم مانده همین ای مساوی ام سی به توان دو است و اینکه اینشتین گاه گاهی راه خانه اش را گم می کرده است. آخرین شعر رو که در واقع کمی بلندتره این رو و اسمی هم داره، در واقع اسمش هست پرلود، شعریه که عنوانش برگرفته از موسیقی هست و توی موسیقی به این شکلی که خود قطعه در واقع در خودش کامله ولی میتونه این قابلیت رو داره که گسترش پیدا کنه و تا حد یک سمفونی هم بره. اگر پیدا بکنم اینجا یک لحظه، بله، در ضمن این شعر دیالوگی با یک کتاب. چندی پیش یک شاعری توی آلمان، خانم سهیلا میرزایی، کتابی چاپ کرد به نام میچکا غیرقانونی میخواند و این تقدیم شده به میچکا. این دیالوگ در اون کتاب است. پرلود. آن سالها یک سین جامانده بود با دندانهای صاف و لبهای بیروتوش پهن شده بر بی‌نهایت الفبا. حالا زنی شبیه زوزنقه است با ازلایی تکه تکه، ارتفاعی گم و گوشه هایی تاریک تر از پنهانکاری شما. ترکی که میرقصیم دایره شوق میشود، قوس های تو در تو، چرخ میزند، میخمد، پا میکوبد، تن میافشاند و تکثیر میشود دور سرگیجه شما. از لاس شبانه که باز میگردم گوشه ای از او در دهلیز نگاهی هیز از هم میپاشد و گوشه دیگر در رؤیای پنری نیمه مست. پنر در زبان آلمانی به دائم الخمرهای بی خانمان گفته میشه. از لاس شبانه که باز میگردم گوشه ای از او در دهلیز نگاهی هیز از هم میپاشد و گوشه دیگر در رؤیای پنری نیمه مست نبش گورستان رگر جا میماند. دو کوچه پایین تر دهانش را گم میکنم تا به خانه برسم شکل لا شده است. یک دل اش را هم زنان خیابانی بلدیدند. کلید را که فشار می دهم خدا برهنه است و چهار پایه زیر وزن درد معاصر واژگون گشته است. به هنگام مستی خط شکستم، قناری هایش زردتر می خوانند. بی هوا به هر سایه ای سلام می کنم و بیهوده سراغ کسی را می گیرم که مثل او طوفان را درسته بلعیده باشد. خلاصه قهقهش ستون ستون در تالار پاسارگاد می پیچد. صاف نمی شود چروک دامنش، با کفش های نکتیزش لنگه لنگه می لنگد و تلو تلو از حوصله شما خارج می شود. ادامهش در پوست تن اتفاق می افتد. در تاریکی شکل مثلث است، خیس از بزاق تخیل بر سرانگشت هایی که هی زاویه هایش را جا به جا می کنند. در خواب
بیوقف تقسیم می شویم. بالشش گیج است، خلاصه ای از خوابش بوی نم می دهد. مواظب باشید با احتیاط بیدارمان کنید. بغض من شکننده تر از واژه است. دل او به نازکی بال پروانه، لرزانتر از مژه‌های مرد همراهش وقتی کنارش دراز کشیده و وانمود می‌کند تخت خوابیده است. گاهی دمدمای غروب منحنی ایهام می‌شود، شکلی شبیه حرف‌های به زبان نیامده. گاهی هم دامنش را بالا می‌زند تا شما طلوع کنید. وقت بارداری ویارش دیوار است و ناخن، اوق که میزند حروف ممنوعه بالا می آورد. بعد از سخت جنین شبیه حق حق همسایه من است. عصر را گم می کنم، با دندانه های صاف و لب های بیرو توش زیر دوش مچاله می نشیند و می گذارد شرشر آب داغ مختصری از عشق را از میانگاهش بشوید. در فاصله پوست و پیراهنش چند قدم مانده به خیال بافی یک آبر، تجاوزهای کشداری اتفاق می افتد و او که عاشق شعر است برای خودکشی وقت کم می آورد. حالا هم ناخونهایش را جویده، عقربه ها را قورت داده و دارد چند سالگیش را بالا می آورد که شما بی هوا وارد می شوید. همیشه همین طور است. به محض اینکه می خواهد ذهنش با یک تکه کاغذ صمیمی شود، دکمه را فشار می دهید و او برهنه تر از خدا هول برش می دارد، تون تون تنپوشی از کلمه می بافد و هول هول خودش را سانسور می کند. پوسترها از اعتبار افتاده اند. با اینکه چشمهایش به من قول داده اند تا حد مرگ باز ببینند، اما هنوز بدهکار آسمان شماست. این صندلی خالی هم یک موقعیت فرضی است. ادامهش در اتاق دیگر اتفاق می افتد.